سلام دوستان، من معلم شما دامبیهو هستم. یک بار دیگر قصد دارم که شما را با اثرهای هنری به وسیله هنرمندان شگفت‌انگیز آشنا کنم. نمیتوانم بیشتر از این صبر کنم تا ببینم چه اثرهای هنری در انتظار ما هستند. امروز ما درباره هنرمندی به اسم پابلو پیکاسو یاد میگیریم. با دقت نگاه کنید و ببینید که پابلو پیکاسو از چه شخصیت‌هایی در اثرهای هنریش استفاده کرده است. پس بیایید سریعا برویم سراغ آثار هنری پیکاسو. آیا آماده اید؟ پیکاسو اشیا را به شکل متداول آنها نقاشی نکرده است. او روش جدیدی ایجاد کرده است. در این قطعه چهره ها در رنگ های مختلفی است و اگر با دقت نگاه کنید حتی موهایش هم با رنگ های زیادی مخلوط شده است. وقتی به چشم هایش نگاه کنید این چشم دارد مستقیما نگاه می کند، اما این چشم به سمت دیگر هم نگاه می کند و ناخن هایش تیز است. این یکی هم منحصر به فرد به نظر می رسد. ممکن است به نظر بیاید با به دقتی کشیده شده است، اما اثر مطلوب و جالبی می بخشد. برخلاف قطعه قبلی یک احساس شدید می بخشد. یک طرف صورتش سرخ است و چشمهایش به طور واقعی باز و وحشی است. آیا او با دیدن چیزی غافلگیر شده است؟ او از الگوهای زیاد استفاده کرده است، به طوری که شما واقعا نمی توانید بفهمید چه چیزی است، اما می توانید بفهمید که او یک شخص را نقاشی کرده است. درست است؟ پیکاسو موضوعی را که نقاشی می کند را در شکلها و الگوهای زیادی ارائه می دهد، مانند ای. او چه چیزی را در اینجا به نمایش می گذارد؟ از تخیلات خودتان استفاده کنید. من که فکر می کنم یک شخص و یک حیوان می بینم. همچنان به نظر می رسد که او تعدادی کاغذ را بریده است و آنها را چسبانده است. آیا روش نقاشی کشیدن او خیلی منحصر به فرد و جالب نیست؟ این قطعه هم همینطور است. یک چشم دارد مستقیما نگاه می کند و چشم دیگر طرف دیگری را نگاه می کند. آیا چهره بسیار رنگارنگ به نظر نمی رسد؟ ما می خواهیم که شبیه پیکاسو نقاشی بکشیم، یک صورت که از زاویه های مختلف در یک تصویر متفاوت دیده می شود. پس موافقت که شروع کنیم؟ پس در ابتدا بیایید حالت ها را به دست بیاوریم.
حالا آن را تاریک‌تر می‌کشیم. من به شما نشان خواهم داد که چطور چهره را رنگ‌آمیزی کنید. آیا توانستید متوجه شوید که چطور پیکاسو یک صورت را نقاشی می‌کند؟ تمام کاری که باید بکنید ای است که بخش‌های مختلف صورت را با رنگ‌هایی که می‌خواهید رنگ‌آمیزی کنید. ای اهمیتی ندارد که به چه اشکالی آنها را تقسیم می‌کنید. شما آزاد هستید که آن را هر طور دوست دارید بسازید.
بعد یک تکه کاغذ در بیاورید و دو چشم و یک لب بکشید و تصمیم بگیرید که کجا میخواهید آن را قرار دهید. بعد از تصمیم گیری درباره حالت ها و سایز هایی که میخواهید شروع به کشیدن جزئیات کنید. این یک چشم در حالت روبرو است. و این یک چشم در زاویه کنار است. پس ما چشم ها و لب ها را شبیه آنچه در نقاشی های پیکاسو است کشیدیم. شما هم باید سعی کنید که به این شیوه نقاشی کنید. من آن را تاریکتر می کشم. و بعد بیایید آن را با قیچی ببریم. وقتی کارتان تمام شد، اینها را در بالای صورت بگذارید. می توانید که جای چشم ها را تغییر دهید. بسیار خوب، حالا بعد از اینکه مبقی را تمام کردید چشم‌ها و لب‌ها را بچسبانید. یک لحظه ویدیو را متوقف کنید و در حالی که به نقاشی اصلی مراجعه می‌کنید آزادانه نقاشی خودتان را تمام کنید.
بسیار خوب، من نقاشی خودم را به این شکل تمام کردم. شما چطور؟ کلاس امروز چطور بود؟ نقاشی های منحصر به فرد زیادی دیدید. پیکاسو باید تفکر متفاوتی از دیگر هنرمندان داشته باشد. اما همین تفکر متفاوتش باعث شده است که او بتواند نقاشی های منحصر به فردی بکشد. پس حتی وقتی که شما تفکر عجیب و متفاوتی دارید آن را بد نپندارید. اما در اول چرا سعی نمی کنید که تفکراتتان را در قالب نقاشی بکشید؟ از اینکه درباره افکارتان صحبت کنید شجاع باشید، حتی هنگامی که دوستانتان و دیگران آن را عجیب و غریب بدانند. بسیار خوب، پس منتظر کلاس بعدی من میمانیم. خدا نگهدار.